شهامت داره بانو باری کلا، شهامت داره بانو باری کلا. شادی صادقانه اینه بر من کافیه، شازده هر سمانه من. شهامت داره بانو باری کلا، محبت کرده بانو باری کلا، قیامت کرده بانو باری کلا. به در شد همه نفتی امو مشتی، باید با ما برفتی امو مشتی. به در شد همه نفتی امو مشتی، باید با ما برفتی امو مشتی. به در شد همه نفتی امو مشتی، باید با ما برفتی امو مشتی. دلشون نبود تفلک، اینایی که موندن وفادارن و ارسلن. من که تازه وارد محسوب میشم، ولی به شما وفادارم، به شازده ارسلان خودشون. گوش کن. باری کلا، کنی دارو به راحت باری کلا، بگو صد باری کلا باری کلا، بگو صد باری کلا باری کلا. به در شد همه نفتی امو مشتی، باید با ما برفتی امو مشتی، باید با ما برفتی امو مشتی. زمستون رفت از اینجا باری کلا، دو قالا موندن و ما باری کلا، دو قالا رو سیاهت باری کلا، کنی دارو به راحت باری کلا. بگو صد باری کلا باری کلا، 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 بگو صد باری کلا باری کلا. تو از کجا پیدا شد؟ زبون بسته. من مثل تو زبونم بسته است، پیش اونا که باید نمیتونم حرف بزن. بیا بخور. امروز که همه خوشحالن، من عزادار خواستگار هرکس، من نمیخوامش. کاش لااقل زبون داشتی، میگفتی کی تو رو هنوز زده بر من. روزی که اونا بیان هم روز مرگ منه، هم روز مرگ تو بدبخت. بخور که هر دومون بی نفع. بخور بسند خود. آروم بگیر بچه، مگه اسمی تو؟ برو بربازی کن. عذر خواهم حضرت بالا، یا این کمینه رو مرخص کنید، یا بفرمایی جایگاهی داشته باشه که خیال نکنه به درد روز آشفتگی نمیخوره. روز آشفتگی؟ بگو روز هزیمت، بگو روز مصیبت، روز شکست پسر زلیخا از پسر بهادر میرزا. کدام هزیمت؟ خاری بالاتر از این که زنش نجاتش داده؟ ذلت بیشتر از این حضرت بالا؟ ذلت چرا؟ بگو عزت، عزتی بالاتر از این که زنی وفادار باشه به مردش؟ عرضی دارم که شاید تسکینی باشه بر این فقره. اگر فکری برای در هم شکستن ارسلان داری، هم وزن جواهر میدم. جواهر اگر نیست برو بیرون.
هم هست هم نیست. بگو. میشنوم. میتونم جهان بخش خطابتون کنم؟ همونطوری که وقتی تو این عمارت بودم صداتون میکردم؟ اصل حرفو بزن جواهر. وقتش نیست قوی تر بشید؟ قوی تر؟ قوی تر از حضرت والا در کل این مملکت، یا شاه یا هیچ کس. شاه بدون ملکه هیچ نیست. بعد از این همه سال نمیخواید یه ملکه داشته باشید؟ عقدم کن تا قوی تر بشی در مقابل دشمن. عرص تنگشه میکشمش. نیازی به ملکه نیست. حیف آقای من، حیف. چرا التفاتی به این همه چشم هیز و هرزه که در خیال کشتن شیر شرزه صبحشون شب میشه ندارید؟ چرا خیال میکنید دشمن فقط پسر بهادره؟ چشم از ارسلان بردار آقای من، سر به چرخون تا ببینی این بیشه دیگه بیشه سابق نیست. اندازه دهنت حرف بزن جواهر. اندازه کفنم حرف میزنم. اندازه کسی که جونشو گرفته کف دستش برای عشق. دختر حاج بابا، خواهر میرزا مقوا، شده زن دیلاق میرزا پسر بهادر رسوا. آوارگی و قطع نسل این دوتا با من، با اینها که توی انجمن شب تا صبح خواب عصا و انگشتر حضرت والایی میبینن چه میکنی آقای من؟ ارسلان تکیه میده به بانو که میتونه دستشو بگیره به زانوشو بلند شه. تو چی حضرت والا؟ تو به کی تکیه میکنی؟ یک زن در زندگی من بود که میتونست تکیه‌گاهم باشه. یک زن که میتونست پناهم باشه. فقط یک زن. خدا بیامرزه والده رو، خدا بیامرزه زلیخا خانم رو. میدونم که تو هیچی نمیدونی. تو هیچی نمیدونی جواهر. زلیخا خانم؟ زلیخا از بابا مرد وقتی که توی همین شهر پرآشوب به گدایی افتاده بود. میدونی چرا؟ میدونم. چون نخواست بعد از مرگ پدرت زن بهادر شه. چون به اسم پدرت وفادار بود، مثل من که به تو وفادارم. تو از کجا میدونی؟ حرف بزن جواهر. گفتم حرف بزن.
به خاطر عشقت جوونی جواهر حروم و هدر شد. پیش دخترمون هفسر و ملوک من از کجا میدونم؟ فخری از مالش گذشت، یک شب شد گرد آفرید زمان برای شاسته. من از عمر و جانم دریغ نکردم آقا، عصا روی گلو میگذاری. بذار با تو یکی فقط جهان بخش باشم به حضرت والا. گوش کن ببین چرا به عقد فکر نمی کنم. جواهر من فقط شاخ و برگم، سایه دارم ولی بارو بر ندارم. نه از من خیری بزن میرسه، نه از زن خیری به من. انگار کن بس را آفت زده، زمین بی حاصل، شور زار قحطی زده. من اجاقم کوره جواهر، اجاقم کوره. شازده من، آقای من، جواهر شاید از حضرت والا بی خبر باشه، اما از جهان بخش نه. به خیالت پیش به جاهای تو با طبیب الاطباء از نظر جواهر دور مونده؟ خیالت وقتی رخت جهان بخشی می پوشیدی و به شفا خونه می رفتی جواهر ملتفت نبود؟ به هر دری زدی اما نشد. بگذار کنارت باشم. بخری طفل ارسلانو به شکم میکشه، فقرای وفاداری فخری طفلش. تو چی؟ تو حاضری اثبات کنی که به جهان بخش وفاداری؟ با تمام وجودم حاضرم. بگذار این جماعت بدونن که تو پشتت گرمه به زنی همچون جواهر. بسیار خوب. بودرس فردا زور توی امارت معرکه داری، بگو اسباب نوشخاری فراهم کنن کنار اون حوض. یکی اینجا هست که اراده کرده به نوشیدن. خوب به من گوش کن جواهر، بین حضرت والا و جهان بخش فقط یک تاره مو فاصله است. باید به هر دو وفادار باشی. دارم چند جوره از شربت وفاداران به تو تعارف میکنم. قبول میکنی یارت؟ تصمیم با خودت. جواهر بذار خودش تصمیم بگیره. گودرز جواهر رجب‌علی که نیست، میدونه شربت وفاداران یعنی چی، میدونه چند نفر کنار اون حوض جون دادن. زنده باد حضرت والا. ساعت آخر زندگی جواهر باید با شکوه باشه.
سلام میرزا. خیر باشه. خیر انشالله. ولی نه برای من. چطوره که زنبورک چی شدی؟ جای علیک سلام توپ در میکنی؟ توپو که دیروز در کردم. صداش امروز بلند شده تازه. بیا بیرون شازده! حرف دارم باهات! حد نگهدار میرزا. بگو ببینم چه شده. مگه ما نحس نبودیم؟ مگه شارچی ها نحس نبودن؟ مگه شما دارا نبودید و ما ندار؟ چی شد؟ خوشا خرق و خوشا کشکول. درویش شدید یه شبه. دستتون جلوی ما دراز شده. شما دارید به چی نگاه میکنی؟ ها؟ زود باشید برید حیات خدمه. یالا به جمعی زود. میرزا تو رو خدا میرزا بکنم او. میرزا مرد. آقا خواهرم پاره تنم دور از چشم من و اولاد و زنم رفته سهمال ارزوا گذار کرده به غیر. حالا بگو چه غیری؟ چه غیری؟ همون که شازه شما از میدون به درش کرد. حالا یکی بیاد به من جواب بده. نفس ایل قاجاره یا اهل بازار؟ بی ارزه شمایید یا که ما برو داریم میرزا. مردم برای قوم و خیششون سر میدن. سر ندادم من سر ندادم؟ بفرمایید. شرمنده بام. حقیقت والا حقیقت. تو قائله زندان خدا رحم کرد تیر از کلاه میرزا گذشت. جان دادن از آبرو دادن برای من راحت تره. اینو فخری خیلی خوب میدونه. امروز پسر آشفتا رقعه رو کرده که نصف هر چی داری مال ماست. شما بگو افسرون مرود نصف هر چی که من دارم باید به اسم پسر آشفتا بشه. اونم رشید. آخه چه رسمیه این بی رسمی که شما پیشه کردید میرزا؟ اهن و طلبت آسمون رو پاره کرده. اولدارم بولدارمتون مملکتی رو بیچاره کرده. آسمون انگار سوراخ شد. این اولاد بهادرخان قجر سرریز شدن به کره ارض. کجاست پس اون قدرت و حشمت و شوکتتون؟ کجاست پس اون آبی که قرار بود تکون نخوره تو دل من و خواهرم؟ از وقتی که این دیلاغ میرزا شده داماد ما یک روز خوش ندارم من. یا خودم به حبسم یا خودش. یا خودش مخروزه یا خودم. پاشا به غیرت این خون. میرزا شیطون رو لعنت کن. بیا تو بگو دو چاک کن با خارت حرف بزن. برکومشی میرزا باز کن ارسلان. باز نکنی بی خداحافظی میرم. باز کن حرف دارم. میرم به جهنم پس با انیس و مونس. خداحافظ ارسلان. چی شد افسر؟ به خدا که غیرت اولیای بافور و بنگست و بیشتره. تازه میپرسی چه شده؟ چی شده؟ هیچ. زنت امارت رو از رحم در آورده. سهمال ارثش از تجارت پدریش فروخته و در آورده. اسد میرزا هم پدر من و تو رو یک جا پیش چشم همه در آورده. باز بپرس چه شده؟ چی شده؟ اصلا هرچی شده به جهنم خوب برو به خودش بگو. من چه؟ به خودش؟ خودش حق داشت. برای اولین بار توی این عمارت یک چالچی یک عالم حرف زد و حق داشت. از با تا یا هرچه گفت درست بود. سلامتی. سلامت باشید. از بابا وسیله جمع کردم. گفتم گاری حاضر کنن برای من و دخترم. به سلامتی. نمیپرسی کجا؟ نمیپرسی چرا؟ چرا افسر؟ کجا افسر؟
بهجت که بود بانوی امارت من بودم، بهجت که رفت بازم من بودم. دختر شالچی آمد، دختر شالچی بود، منم بودم. من افسر الملوک، دختر بهادر خان. خب حالا دیگه نه تو آقای این امارتی، نه من بانو، حالا سرور ارباب و خدم دختر شالچی. امارتی که رعیت زاده از چنگ نزول خوردر بیاره امارت اربابی نیست، امارت قاجاری هم نیست. خشت به خشتش از این به بعد آینه دق منه. حالا ولی میرم پیش بهجت، میرم شریک تبعیدش بشم. پدر که ندارن دختر رو، حداقل مادر داشته باشم. خب تموم شد، به سلامتی. همین، به سلامت. کلاه آریت رو بذار بالاتر، توف به پندار من که دل خوش کرده بودم به غیرت برادر. خوب از پس اوضاع بر آمدی، خوب لقب گرفتی، خوب سر بلندم کردی. خداحافظ ارسل. خداحافظ. دلم برای بهادر خان تنگ شد، با همه قلدری ها و دست بزن و پای رفتناش. یادم وقتی پسر تیمور خان نوکرش رو ناخواسته کشت، به خونخواهی نوکر پسر تیمور خان رو کشت. تو پسر بهادری؟ اگر هستی چه شد پس خون رجب علی؟ من نوکری به اسم رجب علی نداشتم، من نوکری به اسم رجب علی نداشتم. خواهری به اسم افسر الملوکم علاوه کن، انگار هیچ وقت نداشتی. جناب حضرت والا تشریف فرما می شوند. درود بر حضرت والا. شرف حضور داریم تا شاهد نوشخواری بانو جواهر از خدمتگزاران صدیق حضرت والا باشیم. نوشیدن شربت وفاداران افتخاری است که نصیب بسیاری از شاکران، مریدان و نوکران حضرت والا نشده و نخواهد شد. امروز جواهر بانو امتحان شربت را سنگ محک قرار می‌دهد تا به بالاترین درجه از نوکری این دستگاه نائل شود. مرتبه وفاداری اعلی درجه نوکری این دستگاه است. ثناگوی اربابیم و دعاگوی چاکرش. باشد که سربلند از این آزمون خطیر بیرون بیاید و بهای وفاداری را با جان شیرینش ندهد. حضرت والا.
سروران گرامی، یکی از این پیاله ها حاوی زهری کشنده و دیگری حاوی شربتی سودازاست. یکی حاوی شربت حیات است و دیگری شربت ممات. جواهر بانو بعد از نوشیدن به خوابی عمیق خواهد رفت. این که در این دنیا از خواب برخیزد یا در عالمی دیگر به تقدیرش بستگی دارد. امید که از چاکران خوش اقبال باشد و بعد از عمر دوباره به چاکری این آستان مفتخر باشد تا روز اجل. بنوشید جواهر بانو. زنده باد حضرت والا. بوده من زندم بوده. آره جواهر، جام حیات برداشتی، بختت بیدار بود جواهر. مثل بخت تو. آره مثل بخت من. نوشیدن تو ولی توفیر داشت. چه توفیری؟ از اعضای انجمن تا خدمه دستگاه چشم همه رو خیره کردی.
پیش از تو فقط یه زن لایق ضیافت شربت شمرده شده بود، زنی که بختیارش نبود و شربت ممات نوشید. زیر یکی از درختای باغچه همین عمارت دفن شد. حالا تو اولین زن زنده بعد از ضیافت شربتی، اولین زن در حلقه وفاداران حضرت والا. انگار تو از زنده موندن من خیلی خوشحال نیستی. هم من هم همه اعضای انجمن دیروز غرق هیجان بودیم. تحسین بود و تحسین و تحسین. امروز اما فارغ از این هیجان که به حکایت فکر کردم، دچار تردید شدم جواهر. تردید و تردید. تو به من شک داری؟ به تو، به نیتت، به عشقی که ادعا میکنی به حضرت والا داری، به همه چیز این حکایت جواهر. من بی حیله و از سر صدق جامو نوشیدم. شعبده ای در کار نبود. ممکن بود بمیرم. حالا که نمردی باید ببینیم چه شعبده‌ای در آستین داری. اگرچه با این اوضاع احوالی که من میبینم از شعبده هم کاری بر نمیاد. خیلی بعیده بتونی دل ببری از حضرت والا. کار که از شعبده گذشت، زن عاشقه که معجزه رو میکنه. عصا که نداشتم اژدها کنم، با دست بستم که نمیشه ید بیضا کرد. مردم و زنده شدم تا باورم کنه. کجا جوابه؟ میفتی سرت میشکنه، اثر شربت هنوز هست. چه بهتر، با همین حال خوب و خرابم میرم این سربلندی رو جشن بگیرم با مردی که میدونم هنوز باورم داره. صبر کن. من چند وقته بیشتر میرم رنگ رزی تا اینکه اینجا باشم. میدونی چرا؟ نه. چرا؟ دستگاه دیگه دستگاه سابق نیست. حضرت والا هم دیگه حضرت والای سابق نیست. از چی حرف میزنی گودرز؟ خبرهایی میرسه که نباید برسه. قصور و تقصیراتی رخ میده که نباید رخ بده. تردیدایی در تصمیم حضرت والا هست که نباید باشه، که نبود قبلا. الاغایی که عقب قافله راه می رفتن سبقت گرفتن شدن سوگلی و ساقی. قاطر پیش آهنگی مثل من شده توبر کش باقی. وای از تو جواهر، وای از تو و روزی که بفهمم مسبب این اختلال آشوب توی. من؟ تو یا هر کس که تقصیر این اتفاقات گردنش باشه، گردنشو میشکنم. مواظب خودت باش جواهر. مواظب خودتون باشید جواهر بانو. انیس و مونس بیرون منتظرن. میتونین تشریف ببرین ببینین. با این وضعی که برای ارسلان میرزا پیش اومده، قهر اصلا به صلاح نیست. صبح به این زودی فکر کردم خدای نکرده
ناخوشی آرز شده. مرحمت کنید اینو بدین به عنایت. عنایت فراش؟ بله. بفرمایید تسلیم فراشان صدر اعظم کنه. در این کاغذ به جهت امر بسیار مهمی که پیش آمد کرده از جناب صدر اعظم عذر خواستم. ولی من راضی بودم. طبیب الاطباء باید راضی باشه که راضی هست. تا شما عنایت رو راهی کنید من هم مهیای سفر سلغون میشم. بفرمایید. خیلی ممنونم جناب طبیب. واسا ببینم آهو. این آخرین زرگری این راست هست. بیا تو. نه خاله سر. یعنی چه سب کن. میریم دستبندشو ببینیم دیگه. بی بالا. آخه نمیخوام. قدارتو کج نکن. اخمتم راست کن. میریم تو. یکیشو انتخاب میکنیم. میخریم. پروین منتظرمونه. بیا. بیا. سلام. دستبندشو نگاه کن. این چطوره؟ اون یکی چی فرق میزنه؟ نگین داره. این خیلی خوبه خانم. اگه میرزا هم بود از همین میده. همیشه به مشتری میگه این پارچه دوامش مثل مدقاله، لطافتش مثل حریر. خوبه آهو. خاله من که گفتم نمیخوام. مهر و نسا نیستم اگه این بار بگی نمیخوام و نزنم تو دهنت. زور خواستگارات میرسن. جوونی، دم بختی، بیرخت و زیور که نمیشه. طرفت پسر که حد خداست. آسون نگیر. طلا که گرفتی خاله. رختم دارم. همه چی دارم به خود. رخت کهنه دارم دارم نداره. امروزو که باید کهنه بپوشی بس که بیفکری. فردا چی؟ ماه بعد چی؟ نباید دوتا رخت درخور داشته باشی وقتی میام ببرنت؟ حالا که نبرد. بالاخره که میبرن. نمیگن این دختره که این همه خدمت کرده به مهری چرا این ریختی اومده خونه شوهر؟ به خدا من به فکر خودم نیستم پروین. حرف آبروی فخر و زمانه. پشت سر خانوممون حرف اونم به خاطر رخت کهنه آخه؟ راست میگه دختر. همین الان زبون مادر شوهر و خواهر شوهر تو ببندی خیلی بهتره. من... آخه نداره. یعقوب. بله خانم. از همین تاقه سفید سرخشم بیار. دو تا سزر ازش بپر ببریم. این سرخ نداره. سفید داره و سیاه. سیاه که شگون نداره. باید حتما از همین باشه. باشه بهتره دیگه. شاید خیاط خواست دو رنگ بدوزه. سرخ و سفید خیلی قشنگ میشه. خب میخواید از همین میبرم ببرید پیش رنگرز بدید قرمز کنه. ببرن پیش شیر محمد دیگه. شیر محمد رفته ولایتش دیگاش افتاده دست برادرش. خراب میکنه پارچه رو. یکی از پشت بازار نشونه میدم ببرید پیش اون. ماهر هست مثل شیر محمد؟ بله خانم. اون کارگاه چند تا رنگرز داره که هر کدوم 100 جور سرخ بلدن درست کنن. مبارکه. ببرم. ببر. مثل این میخوام. این قشنگتره دیگه آهو نه؟ چی میگم خاله همشو شبیه هم؟ همینو میخوام. این پارچه؟ این کار من نیست خانم. این سرخو فقط یه نفر تو دارو خلافه میتونه در بیاره که از اقبال خوبتونم امروز اینجاست. فقط مشخصه که خیلی کار داره. شما که عجله نداری. هرچی زودتر حاضر بشه خوب بهتر. من صحبت میکنم ببینم حالا قبول میکنه یا نه. باید پارچهتون رو آوردین؟ بله، پارچه همه جاست. داری صاحب رخت نو میشی دختر. چرا قد تلخی آخه؟ نه خاله خوبم. چیه خاله؟ آه، روبنده.